آور ناطق امروز ما جناب زیالله میساقی ایشان دانش آموخته مهندسی کشاورزی از دانشگاه پهلوی شیراز و طی دوره های تکمیلی طی دوران خدمت محقق و مربی در دانشگاه های تهران و اهواز و بعد از انقلاب مدیریت در شرکت های خصوصی از بنیانگذاران مؤسسه آموزشی علمی آزاد BIHE و بعد دانشگاه بهایی ایران در سال 1967 که اکنون آغاز 32 سال تأسیس آن است به عنوان مدیر و مدرس به مدت 24 سال در این بنیان یگانه به خدمت پرداخته و در سال 2011 به کشور آمریکا آمده و با انجام حدود 80 مصاحبه رادیو تلویزیونی با رسانه‌های فارسی زبان آمریکا، کانادا و اروپا و ایراد 15 سخنرانی در دانشگاه‌های آمریکا به معرفی این دانشگاه که در نوع خود در دنیا بی‌نظیر و مثیل است، توفیق یافتند. ایشان اخیراً نسبت به انتشار کتاب مشاهدات و خاطرات عمدتاً بعد از انقلاب ایران تحت عنوان بر ما چه گذشت نموده اند که جهت ابتیا به تعدادی محدود در اختتام جلسه در اختیار علاقمندان خواهد گرفت. لطفاً جناب میساقی. دوستان عزیز، الله اپا، خیر مقدم عرض میکنم خدمتون. تشکر و تقدیر دارم از گردانندگان این کنفرانس، محفل روحانی باهایان فینیکس که امسال 35 سال این کنفرانس برگزار میشه. و وقتی که از من دعوت کردن که من امروز در خدمتتون باشم، مطلبی رو گفتن که واقعا باعث خوشحالی من شد. من احساس میکنم بسیاری از دوستان اهمیت این مؤتمر بزرگ رو اونطور که باید و شاید واقعا نمیدونن، برای اینکه اطلاع رسانی نشده. من بسیاری از جلساتی رو که صحبت کردم برای افراد غیر بهایی بوده، البته برای اونا مهمتر بوده که این رو بدونن. و امروز جمله‌ای رو که به من گفت منشی محفل که از من دعوت میکرد و باعث خوشحالی من بود شد، این بودش که گفت آقای میساقی، میدونید که امسال کنفرانس ما متمرکز بر سه مسئله: 200 سالگرد تولد حضرت باب، نقشه 5 ساله که آخرین چهارمین نقشه 5 ساله هست که در نیمه راه هستیم الان، و پیام 18 ژانویه 2019 معهد اعلی. ولی از اونجا که این دانشگاه اکنون ابعاد جهانی پیدا کرده، ما از شما خواهش میکنیم که بیاین و مطالبتون رو عنوان بکنین که باعث خوشحالی من شد. عزیزان، اجازه بدین که با عشق شروع بکنیم، با بیتی از شعر حافظ: هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. ببینین، بنیان وجود، بنیاد خلقت عشق بوده. در ادیان مختلف به این مسئله اشاره شده. حدیث کنت و کنز معروف که در اسلام هست و حضرت عبدالبها تفسیری بر اون نوشتن، و بعد حضرت بهاءالله می فرمان علت آفرینش ممکنات حب بوده است. ببینین، عشق بنیان به وجود اومدن بشره. حضرت عبدالبها می فرمان منظور از خلقت خدمت بوده. این عشق و خدمت به هم آمیخت و تنی چند از عزیزان ما در ایران هنگامی که مسئله محرومیت جوانان ما از تحصیل مطرح شد و در حقیقت 1.5 سال بعد از انقلاب که اتفاق افتاد در سال 1979 مسئله‌ای به نام انقلاب فرهنگی مطرح شد و در اون انقلاب تمام دانشگاه‌های کشور بسته شد و حداقل به مدت 3 ماه که دانشگاه‌ها رو اسلامی بکنن، و در عرض این 3 ماه بسیاری از استادان عزیز ما از کشور رفتند و بسیاری از دانشجوها به جبهه‌های جنگ رفتند. خیلیشون رفتن دنبال کارهای دیگه.
و وقتی دانشگاه ها به تدریج باز شد بعد از سی ماهه اولیه که به قول خودشون پاکسازی کردن و ما این رو میگفتیم پاکرانی چون عزیزان عزیزی رو از دانشگاه از تحصیل محروم کردن و به خصوص باهایی ها رو حالا مهم نبودش که این دانشجویی که امروز داره خارج اخراج میشه در چه مرحله ایه ما عزیزانی رو داشتیم که در ترم آخر دانشکده پزشکی بودن حالا بعد میرفتن برای خودشون دنبال یه کار دیگه ای خب حالا که من میخوام این بحث رو شروع بکنم اجازه میخوام که نام همسر عزیزم در که در گذشته روانشاد دکتر طاهره برجیس رو بیارم که ایشون 20 سال در نهایت صمیمیت با این دانشگاه همکاری داشتن و چندین درس رو در این دانشگاه تدریس کردن و 3 سال و اندی قبل به ملکوت ابها شتافتن یادشون رو گرامی می‌دارم خب من میدونم که اکثر شماها به تاریخچه این دانشگاه و این مسائل آشنا هستید. عمدتاً میخوام علاوه بر اینکه یک سریعاً از این تاریخچه بگذرم به خاطراتی اشاره بکنم که بسیاری از اونها رو شما نشنیدید مگر اینکه بعضی هاشو در سخنرانی های من شنیده باشید یا اون مصاحبه هایی که با رادیو تلویزیون های مختلف داشتم. و برای اینکه به شما بگم این مسئله چقدر اهمیت داره یادآور میشم که در 1999 که بعد از 20 سال در زمان آقای خاتمی شروع کردن به باهائیان ایران پاسپورت های یک بار مصرف دادن یعنی فکر کردن به ما پاسپورت یک بار مصرف بدن یه مهر قرمز توش میزدن که این پاسپورت فقط برای یک بار خروج از کشور معتبره که شاید میخواستن از شر این جامعه به خیال خودشون راحت بشن ولی نمیدونستن که این عزیزان میرن و برمیگردن و من در مسیری که میرفتم سالها بودش که فایل گرین کارت من در ترکیه باز بود منتهی اجازه خروج نداشتم میرفتم که اون رو فعالش بکنم و به دیدن پسرم که اون موقع دانشجوی پزشکی بود در آمریکا برم در دانشگاه لندک سوئیس یک سخنرانی داشتم که یادشون بخیر خانم طاهره دانش اونجا بودن که اکنون یکی از فعالان معروف حقوق بشر هستن شاید همه اسمشون شنیده باشن من سخنرانی رو که انجام دادم به من گفتن که آقای میساقی شما این مسائل رو که میگی به مرور یادت میره اینا رو یا یادداشت بکن یا نوار بکن بفرست برای بیت العدل و به منم یه نسخهشو بده من در روزهای اولیه ورودم به آمریکا یک 3 ساعتی نوار پر کردم و اینو به با جناب فتح‌اعظم قرار داشتم که ببینمشون در آمریکا و چقدر محبت کردن و وقتی اینو دادم و باهاشون صحبت می‌کردم نامه بسیار محبت‌آمیزی برای من نوشتن که من واقعا فکر کردم که این نامه چون زیاده از حد من درش تعریف شده در کتابی که نوشتم اصلا فکر کردم که این نامه رو نیارم بهتره ولی مطلبی رو که ایشون به من فرمودن این بود که گفتن شما که به ایران برمیگردی از طرف من به همه احبا بگو که هر کسی که مورد اذیت و آزار به نحوی قرار گرفته حتما خاطراتش رو بنویسه تیپ بکنه نوار بکنه به هر طریقی که میدونه بفرسه در 20 سال پیش به من گفتن که تا الان 7 جلد کتاب از این خاطرات چاپ شده در عرض عقده است منتها چون بسیاری از نامهایی که در این کتاب ها هست در ایران زندگی میکنن و ما نمیخوایم مشکلاتی براشون فراهم بشه ما این کتاب ها رو منتشر نکردیم و نمیخوایم بکنیم ولی شما به همه احبا بگید که این خاطرات رو بنویسن منعکس بکنن برای اینکه اینها قسمتی از تاریخ امره و من بعداً تشویق شدم البته وقتی من به آمریکا اومدم شروع کردم در بعضی از جلسات به انگلیسی به فارسی بعضی از این خاطرات رو گفتم اینقدر مورد تشویق دوستانم واقع شدم به خصوص جناب دکتر روح‌الله حاج بنده که در اینجا تشریف دارن دوست عزیز من که واقعاً احساس میکنم خانواده او خانواده من هست بسیار با محبت و صمیمیت ایشون و احبای دیگه و غیر احبا همه برخورد بسیار خوبی داشتن از 8 سال پیش که من آمدم آقای دکتر بسیار منو تشویق کردن گفتن تو باید اینا رو بنویسی و من مشغول شده بودم و داشتم می‌نوشتم که این دعوت 3 ماه پیش محفل فینیکس پیش اومد که بلافاصله دیگه تمام
فعالیت‌ها رو گذاشتم روی مسئله که چند روز پیش این کتاب که اسمش هست بر ما چه گذشت که عمدتاً خاطرات بعد از انقلاب بنده هست در ایران 34 سال که بسیارش رو شما نشنیدید و امروز من به بعضیاش اشاره دارم و میتونید اون کتاب رو که نسخه معدودی در اختیار دوست عزیز و قدیم من جناب مهندس شادروان هست در انتهای جلسه ابتیا بفرمایید منم در خدمتتون هستم که اگر خواستید امضا بکنم هست که اسم کتاب یک نسخه بر ما چه گذشت و دوستی که باهایی نبود و این کتاب رو منتشر میکرد به من گفتش که تو چند تا جمله پشتش بنویس بدون اینکه اشاره به دیانت باهایی بکنی که افراد غیر باهایی هم میخرن بعضیا به کلمه باهایی مثل که حساسیت دارن این یه اطلاعاتی از کل کتاب بده پشت این کتاب من نوشتم این دفتر شرح مظالمی است که در یکی دو سده گذشته به ویژه چند دهه اخیر بر گروهی از هموطنان عزیزمان رفته است این ستم‌ها شامل از میان بردن بزرگان این گروه و کشتار جمعی از پیروان آنان بوده است مزید بر آن باید دوره‌های طولانی زندان بازجویی‌های غیر متعارف مصادره اموال و شاید بی سابقه تر از همه جلوگیری از تحصیلات عالی جوانان را در این گروه نام برد برای مقابله با این بی‌عدالتی و به رغم کارشکنی‌ها اقدام به ایجاد دانشگاهی خانگی کردید که طی بیش از 30 سال صدها فارغ التحصیل در بیش از 30 رشته تحصیلی تربیت کرده که بسیاری از آنها در دانشگاه‌های بزرگ و معتبر جهان ادامه تحصیل دادند دوستان عزیز چرا ما میگیم این مؤسسه این سازمان یونیک است نظیرش وجود نداره در دنیا دلیل اصلی اون این هست که شما ببینید یه عده جوان محروم از تحصیل در ایران هستن هر کسی که شما اکثرا با سیستم‌های دانشگاهی آشنایی دارید اینا میخوان درس بخونن نمیذارن درس بخونن سیستم جهانی دانشگاه باهایی که این رو ایجاد کرده در تمام قاره‌های دنیا استاد داره و این خیلی اهمیت داره چون در دنیا یک همچین سیستمی وجود نداره و الان بزرگترین سایت علمی خاورمیانه هست و این داستان‌هایی داره که خیلی خیلی مفصل من واقعا سه روز باشم اینجا سه تا 24 ساعت بر شما صحبت کنم نمیتونم همه این مطالب رو براتون بگم ولی در یک ساعت میخوام یه به تعدادی از اونها اشاره بکنم خب این اسلاید هامون رو شروع میکنیم در این اسلاید ملاحظه میفرمایید که درباره تحصیلات صحبت میشه تعلیم و تربیت از حقوق اساسی بشر است و در حقیقت همونطور که در ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصرح است هر یک از افراد جامعه بشری دارای حق تحصیل هستند تحصیلات موجب توسعه و تقویت حقوق بشر و باعث تفاهم و گذشت و دوستی و درک بهتر در بین ملل مختلف و گروه‌های دینی و نژادی شده و فعالیت‌های سازمان ملل را در پیشبرد و قوام صلح محقق می‌کند. در اسلاید بعد سوال می‌کنه این اسلاید‌ها به زبان انگلیسی تهیه شده برای دوستان انگلیسی زبان و احیاناً عزیزانی که اینجا هستن و فارسی شنیداریشون خوبه شاید فارسی خوندنشون به خصوص جوانان عزیز ما خیلی خوب نباشه ولی به هر حال من ترجمه‌هاشو خدمتتون عرض می‌کنم. در این اسلاید سوال میشه که آیا تحصیل علم جرم و جنایت این موقعیت امروز کشور ما ایران است. در حقیقت این شرایط طی دوره 40 ساله پس از انقلاب 1979 به همین منوال است. بر اساس قوانین حکومت ایران باهائیان که بزرگترین اقلیت دینی در ایران هستند حقوق اساسی آنها با ممنوعیت از تحصیل در دانشگاه‌ها پایمال شده است. و در اسلاید بعدی میگه درها بسته است. ممنوعیت از تحصیل بر روی سلامت جامعه به خصوص برای جوانان که آینده سازان جامعه هن اثرگذار بوده و همونطور که مطلعید تحصیلات در دیانت باهایی مورد تکیه و تأکید قرار گرفته است. خب وقتی ما این سیستم رو شروع کردیم طبیعتاً همه ازش اطلاع داشتن یعنی خود جمهوری اسلامی هم این مسئله رو میدونست منتها فکر کرده بودن که این یک شوخیه
چرا؟ برای اینکه برای کسی باورپذیر نبود که یک دانشگاهی در خونه تشکیل بشه. ما یک گروه اجرایی بودیم که به تمام شهرهای بزرگ ایران سفر کردیم و این سیستم تحصیلی رو معرفی کردیم. میگفتن واقعا جامعه نمیخواد ما رو سرکار بذاره، میخواد ما رو سرگرم بکنن، دانشگاه میشه در خونه تشکیل بشه. و امروز که من دارم با شما صحبت میکنم، 97 دانشگاه، بیش نزدیک 100 دانشگاه در دنیا، دانشگاه‌های معتبر مثل هاروارد، تحصیلات بچه‌های ما رو قبول دارن. این بچه‌ها میان توی کشورهای مختلف درس میخونن، تحصیل میکنن، مدارک بالاتر تحصیلی میگیرن، یه عده‌شون برمیگردن ایران به سیستم ما کمک میکنن، یه عده‌شون از خارج آنلاین الان سیستم ما و اینا دارن تدریس میکنن به عنوان استاد آنلاین. خیلی مشکلات در تماس هست، میدونید که سرعت در ایران، سرعت کامپیوتر خیلی پایینه، ولی مزالک در اکثر موارد، حالا منهای مواردی که مثل همین دو سه روز گذشته کامپیوتر قطع میشه، ارتباط صوتی رو حداقل دارن. و این خیلی جالبه که بچه ها میتونن از معلومات این اساتید استفاده بکنن و سطح معلومات خودشون رو بالا ببرن. در اسلاید بعدی اهمیت تعلیم و تربیت در دیانت باهایی مطرح میشه که حضرت بهاءالله میفرمان انسان را به مثابه معدن که دارای احجار کریمه است مشاهده نما، به تربیت جواهر آن به عرصه شهود آید. حضرت عبدالبها به مضمون میفرمایند آموزش موجب دانایی غافلان، عدالت ستمگران، ترویج شادی، تقویت عقول و باروری شجره بی ثمر انسانیت می‌گردد. و همچنین می‌فرمایند در میان تمام خدمات مهمه، تعلیم و تربیت اطفال و ترویج علوم مختلف، صنایع دستی و هنر واجد اهمیت ویژه است. حالا ببینید، وقتی که ما این سیستم رو شروع کرده بودیم، در ابتدا خب ما قرار بود دو تا در دو رشته علوم و علوم انسانی لیسانس عمومی بدیم و همه برنامه‌ها به حساب مکاتبه‌ای بود. بعد از چند سال اولیه کلاس‌های حضوری شروع شد و یه شور و نشور ویژه‌ای ایجاد شد. من مسئولیت اداری تمام مکاتبات رو داشتم که از شهرستان‌ها و تهران میومد، باید به اینا جواب میدادم، راهنمایی می‌خواستن. بعضی‌هاشون می‌گفتن آه اصلاً حداقل شما فتوکپی عکس استادای ما رو بدین که این تکالیف ما رو تصحیح می‌کنن، ما ببینیم اینا چه شکلی هستن. در این حد و حدود. بعد کلاس‌های حضوری شروع شد و پیشرفت‌های حاصل شد. حالا اینا چقدر مشکل داشت که شما فکر بکنید یه خانم نمیتونه از شهرستان بیاد ایران، بیاد تهران و بره یه هتل یه اتاق بگیره. به خانم مجرد هتل‌ها اتاق نمیدادن، فکر نمی‌کنم الانم بدن تو این 8 سالی که من اومدم اینجا. و این خودش مشکلات بزرگی داشت. این دانشگاه در حقیقت در منازل احبا شکل گرفت. بسیاری از احبا، این دانشجوهایی که از شهرستان می اومدن، در منازلشون به مدت یک هفته 10 روز که دوره کلاساشون از صبح شروع می شد تا شب، اینا باید یه جایی اسکان داده می شدن، در جاهای مختلف کلاس بود. این برنامه ها خیلی خیلی ایجاد اشکال می کرد. حالا شما فکر بکنید یه دختر دانشجو از یه شهر دورافتاده ایران بلند میشه میاد تهران. خب ما که اینو ندیدیم، این ارتباطات امروز هم 32 سال پیش نبود. حالا باید بریم مثلا توی ایستگاه راهن این خانم رو برش داریم بیاریمش ببریم توی خونه‌ای که باید شب بمونه تا فردا صبح بره به کلاس. تا یواش یواش این سیستم راه افتاد. و وقتی من آمدم به آمریکا، دیدم که در اینجا وقتی از ایران می اومدم، فکر کردم من سالی یه بار برمیگردم به ایران، برای اینکه من خیلی واقعا وابسته به اون خاک مقدس هستم. اگر این مسائل رو تعریف میکنم، خدای نکرده، معنیش اصلا این نیستش که چرا بعضیا نموندن، موندن. حتی بیت الاعظم هم در این مورد اشاره‌ای ندارن که فرمودن به وجدان افراد این مسئله رو واگذار کردن. منتها ما چون در این دانشگاه من و خانمم فعال بودیم، علاقمند بودیم در اختیار و در خدمت این بچه‌ها باشیم. وقتی اومدیم اینجا دیدیم که چقدر گسترده امکان پیام رسانی هست و من شروع کردم با مصاحبه های رادیو تلویزیونی. یه روز داشتم با آقای خیاط باشی یک مصاحبه زنده رادیویی،
که یک مصاحبه 45 دقیقه‌ای بود که یک رو به آخرش هم برای سوال و جواب بود که تلفن می‌کردن. توی این سوال‌هایی که می‌شد یه دوستی از ایران یه آقای زنگ زدن و گفتن که من برنامه شما رو گوش دادم. شما باهایی چرا انقدر مظلوم نمایی می‌کنید؟ و من در جواب گفتم که دوست عزیز، شما که این مطلب رو میگید حتما در جریان نیستید. بدترین افتراءات به جامعه مظلوم باهایی ایران زده میشه بدون اینکه اجازه داده بشه که ما دفاع بکنیم و بگیم این مسائلی که شما میگین اینا دروغ محضه و حقیقت نداره. اولا. ثانیا، کیه که ندونه بیشترین ضرر زیان از انقلاب رو طبیعتا مسلمان ها دیدن. در کشور مقدس ایران 20% سنی هستند. در شهر بزرگ 14 میلیونی تهران یک مسجد سنی ها اجازه ندارن تأسیس بشه و همینطور مسائلی که خودتون میدونید و این برنامه ها. ولی ما از موضع ضعف صحبت نمی کنیم، ما از موضع قدرت صحبت می کنیم. ما با دستان خالی در خونه دانشگاهی ایجاد کردیم که همه به شوخی می گرفتن اولش. فکر بکنید که تمام این برنامه ها برنامه های سوابق تحصیلی بچه ها، این برنامه ها همه در یه نسخه در اختیار من بود، توی خونه ما بود. وقتی این نتایج امتحانات می اومد باور کنید روزهای متوالی من از 6 صبح تا 12 شب کارنامه دونه دونه برای این بچه ها می نوشتم. تو این لیستا یکی یکی درسای اینا رو پیدا کردن و نوشتن و اینا. یه روز ما آمدیم منزل، دیدیم همسایه روبروی ما اومد به من گفت امروز دو تا پاسدار اومده بودن دنباله. گفتم خب چی گفتن؟ گفتش که میگفتن اینا چطور آدمایی هستن از این برنامه‌ها. خب در محل چون خانم من مطب هم داشت و خیلی آدم با محبت و صمیمی بود، به مریضا رسیدگی میکرد و این داستان‌ها، خیلی اهالی محل دو سه تاشون از ما تعریف کرده بودن. و من بلافاصله متوجه این مسئله شدم، گفتم اگر ما امروز در منزل بودیم و تمام این سوابق رفته بود چطور میشد؟ خب خیلی ناجور میشد. بلافاصله یک جلسه اضطراری تشکیل دادیم، با دوستانمون مشورت کردیم که آقا ما از این جوانان عزیزمون که به کامپیوتر و اینا آشنا هستن و اساتید باید دعوت بکنیم، هر طور ممکنه هر چه سریعتر این سیستم آنلاین بشه. خیلی اشکالات مختلف داشت در عمل تا به همت جوانان عزیز ما و اساتیدمون این مسئله انجام شد و ما یک نفس راحتی کشیدیم. و الان هم بیس این برنامه در کشور ایران نیست، مرتب روش پارازیت انداخته میشه که بچه ها نتونن از این جریان استفاده کنن، اونها با تعویض کدها این مسئله رو حل میکنن. خب من یکی دوتا اسلاید دیگه براتون نشون بدم. در اینجا روش مسالمت آمیز حل مسئله محرومیت از تحصیل جوانان باهایی ایران با محرومیت جوانان باهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران، جامعه باهایی ایران در 32 سال قبل اقدام به تأسیس BIHE نمود. البته ابتدا اسم این بود مؤسسه علمی آزاد. بعد سایتی درست کردم به نام BIHE.org. اگر شما برید ببینید تمام اطلاعات این دانشگاه ما روی اون برنامه وجود داره. و بعدم که حالا دیگه عملا میگن دانشگاه باهایی ایران. من مقالاتی که نوشتم که در پیام باهایی چاپ شد و در یه سری از نشریاتی که در آمریکا چاپ میشه فقط به این مسئله اشاره کرده بودم که یعنی عنوانش دانشگاه باهایی ایران بود. با محرومیت جوانان باهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران، جامعه باهایی ایران در 32 سال قبل اقدام به تأسیس BIHE نمود تا سطح دانش این عزیزان را ارتقا دهد. جامعه با برداشتن قدمی ثابت و راه حلی سرخجویانه اقدام به این امر نمود که همواره مورد اذیت و آزار حکومت ایران بوده است. و در اسلاید بعدی راه حلی سرخجویانه برای جوانان باهایی محروم از تحصیلات عالیه در ایران. به این ترتیب ماموریت انجام شد و اکنون بسیاری از فارغ التحصیلان این دانشگاه خانگی تحصیلات تکمیلی خود را در خارج از کشور انجام داده و اکنون شرایط شغلی موفقی دارند. و در اسلاید بعدی یک خلاصه ای از اقداماتی که انجام شد. حقایقی در مورد BIHE. تأسیس در سال
1987 در سالهای اولیه قرار بود در دو رشته علوم و علوم انسانی به دانش آموختگان لیسانس عمومی بدهد. طی سالهای اخیر این دانشگاه دوره های زیر را ارائه می نماید: 18 دوره لیسانس یا کارشناسی، 15 دوره فوق لیسانس یا کارشناسی ارشد، 5 دوره فوق دیپلم. هر ساله به طور متوسط حدود 1000 نفر داوطلب جهت آغاز تحصیلات عالیه در این دانشگاه خانگی داریم که حدود نیمی از آنان پذیرفته می شوند. تحصیلات فارغ التحصیلان این دانشگاه در بیش از 97 دانشگاه عمده جهان به رسمیت شناخته شده است. دو بار در سالهای 98 و 2011، یعنی 1998 و 2011، از طرف حکومت جمهوری اسلامی به این سیستم حمله شده است. که این اسلاید رو که می‌بینید یکی از کلاس‌هایی هستش که در خونه یکی از احبا تشکیل می‌شده که همه چی به هم ریخته شده. در سال 1998 که معادل با 7/7/77 میشه، که این تاریخ رو من همیشه به خاطر خواهم داشت، در اون موقع به 200 تا خونه باهائیای تهران و شهرستان‌ها حمله شد. هر چی که مربوط به تحصیل بود، از کامپیوتر گرفته تا سی دی ها تا کتاب ها، هر چی که مربوط میشد، اینها که همه گرفته شد و برده شد. حالا وقتی این حضرات می اومدن، اگر از مبلمان اون خونه هم خوششون می اومد، مبلمان هم مصادره میشد. و ما همیشه فکر میکردیم که خب این چطوریه این برنامه؟ واقعا اینا که اطلاع دارن از فعالیت های ما، میدونن فعالیت های ما مغایرتی با این برنامه ها نداره، ولی از کجا اینا آدرس 200 خونه رو داشتن؟ تا اینکه دوست عزیز من که جزو اون 20 نفری بود که در اون موقع دستگیر شدن و بلافاصله اسامیشون اومد روی صفحات تلویزیون کشورهای پیشرفته و بعد از یک ماه هم آزاد شدن، این مسئله بر ما مکشوف شد. یعنی دوست عزیز من وقتی که الان 2-3 سالی هست، 9 سالی هم نداشتن ایشون و به علت سرطان به عالم باقی شتافتن، بسیار انسان نازنین و مدرس خوبی بودن برای ما، گفتن که من که در زندان بودم، دو نفر پاسدار اومدن یه عکس بزرگ رو آوردن به من نشون دادن، گفتن که کدوم اینا رو تو میشناسی به ما معرفی کن. من همینطور که داشتم به عکس نگاه میکردم ببینم کیو میشناسم، دیدم که اون پاسداره به اون یکی گفتش که عکس این آقا اینجا چیکار میکنه؟ این آقا که از بچه‌های خودمونه. حالا این آقا یه عضو فعال تشکیلات بود و ما همه میشناختیمش. ما فهمیدیم که اینا به هر حال آنتن دارن در سیستم ما. یا یه مسئله دیگه رو براتون بگم. در یک زمانی که خب ما فعالیت‌هام رو ادامه میدادیم، تمام فعالیت‌هایم در این سیستم فعالیت‌های داوطلبانه بود. جز انگشت شمار افرادی که ممکن بود به علت نیاز مالی برای تایپ مثلا یه حقوقی دریافت بکنن، همه چیز در این سیستم داوطلبانه بود. استادا که می اومدن درس میدادن، دانشجوها، همه فقط ما یک هزینه مختصری از دانشجوها دریافت میکردیم بابت جزوات درسی. حالا یک روزی یاران ایران، ما 4 نفر بودیم، ما رو خواستن و به ما گفتن که شما باید برید دانشکده کشاورزی رو از صفر شروع بکنید. و ما رفتیم دنبال این ماموریت. حالا شما فکر کنید 2 هفته از این قضیه نگذشته، دختر من و خانم من میرفتن پاسپورت بگیرن. یه خونه بزرگی مال حبیب ثابت بود در شمال تهران که یه مصادره شده بود. یه قسمتی از فعالیت‌هایی که اونجا بود این بودش که هر کسی مشکل پاسپورت داشت، مثلا فرض بکنید یه نفر سیتیزن آمریکا بود، ایرانی بود، میومد تهران، اوایل انقلاب پاسپورتش رو میگرفتن، گرین کاردش رو میگرفتن، باهائی‌ها که پاسپورت نداشتن همه به اونجا مراجعه میکردن. و اونم خودش یه داستان مفصلی داره که من توی این کتاب نوشتم، به یه مواردیش اشاره دارم. خلاصه اونجا 2 بار از خانم من و از دختر من پرسیده بودن چرا آقای میساقی دیگه با علمی همکاری نداره. نه اینکه اونجا ما 4 نفر بودیم و یاران ایران، دیگه اونجا جاسوسی وجود نداشت که این مسئله رو اطلاع بده. و این مسئله بر خود من خیلی جالب بود که اینا از تمام برنامه‌ها و از دقایق اطلاع دارن. و این اونا هم گفته بودن که خب این کارهایی که افراد میکنن، فعالیت‌ها، اینها فعالیت‌های داوطلبانه هست و جامعه تشخیص میده از کی استفاده بکنن.
اینها پست و مقام و چیزی نیستش که افراد بهش افتخاری داشته باشن یا بگن من این کارو کردم، من اونطوری شدم، از این داستان ها. و در سال 2011 که من هنوز در ایران بودم، یک حمله مجدد شد به این سیستم و این عزیزان ما رو که میبینید در این عکس، یه تعدادشون دانشجوهای ما بودن که فارغ التحصیل شده بودن و داشتن به این سیستم خدمت میکردن و اینها و چند نفر بعدشون همینطور دستگیر شدن در این سیستم و به 4 سال یا 5 سال زندان محکوم شدن. شما یادتون باشه چرا اینا زندانی شدن؟ اینا فیزیک و شیمی و ریاضی درس میدادن و اینها چشم نداشتن ببینن، چون میدونستن که این بچه ها تعداد قابل توجهشون اومدن به کشورهای خارجی، مدارک بالاتر تحصیلی گرفتن و الان میان و در شرکت‌های خصوصی اونایی که آدم‌های متعصبی نیستن از تحصیلات اینا استفاده می‌کنن. من یه نمونه که خودم شاهدش بودم براتون تعریف بکنم از این بچه‌ها. الان تعدادشون خیلی زیاد شده. که یه دانشجوی ما 20 سال پیش میاد آمریکا. حالا این بچه‌ها که فارغ التحصیل می‌شدن، لیسانسشون رو می‌گرفتن، ما یک مدرک، یعنی از طرف جامعه یک مدرکی که این دوره رو تموم کرده و این واحدهای درسی رو گذرونده، واحدهای درسی با کدهایی که داشت همه مثل دانشگاه‌های دیگه بود، به زبان انگلیسی بهشون میدادن. این دانشجوی ما میاد به آمریکا و به چند تعداد دانشگاه تقاضای ادامه تحصیل میکنه. یکی دوتاشون میخوانش، بهش میگن که خب این BIHE چیه؟ چطوریه؟ اون توضیح میده. میگه خب ظاهرا مثلا در آمریکا 120 واحد درسی میخونن لیسانس میشن، تقریبا حالا 4-5 تا با بالا و پایین. در ایران 140 واحد بود. این بچه‌ها هر کدوم 160-70 واحد درسی داشتن. به علاوه دوره لیسانس پایان نامه تحصیلی نداره، ولی اینا پایان نامه تحصیلی هم داشتن. اینا میبینن که این درس‌های جالبی خونده، خوب خونده. میگن خب برای اینکه ما تو رو آزمایش بکنیم ببینیم سطح معلوماتت چطوره، برو یه تافل و یه جیاری هم این دوتا امتحان رو بده، نتایجش بیاد ببینیم اوضاع تو چطوریه. و این دانشجوی عزیز ما که اون موقع 20 سال پیش هنوز کسی این سیستم تحصیلی رو در خارج از کشور نمیشناخت، میره این دوتا امتحان رو میده و نتایج امتحانش از معدل دانشجوهایی که در آمریکا، حالا آمریکایی یا غیر آمریکایی، امتحان داده بودن کلی بالاتر بوده. تشویق میشن و این دانشجو رو به عنوان دانشجوی دوره دکترا مستقیما با برنامه لیسانس دوره BIHE میگیرنش به عنوان دانشجوی بورسیه. و این دانشجو از روز اول 12 ساعت تدریس آزمایشگاهی داشته. یعنی این فرد PhD خودش رو میگیره و الان سالهاست که استاد آنلاین سیستم ما هست و داره درس میده، یک سنت هم هزینه نمیکنه. شما که در آمریکا هستین میدونین که این در حقیقت یه نوع معجزه است. من همیشه به جوانهایی که فکر میکردن که این دانشگاه برای سرگرمیه، حق شاهده که میگفتم شماها واقعا ما باید از شما تشکر بکنیم. شما نباید از ما تشکر بکنیم. چون شما پای اعتقاداتتون ایستادین و حاضر نیستین که اعتقاداتتون رو انکار بکنید برای اینکه برید دانشگاه. ما مدیون شما هستیم و شما بدونید که تأیید حضرت بهاءالله شامل این سیستم خواهد شد و هست. و امروز ما نتایجش رو که می‌بینیم، می‌بینیم که ما به اون نتایج خوشبختانه رسیدیم و بابتش واقعا خوشحالیم. این یک افتخاریه برای من که واقعا 24 سال تونستم با این سیستم همکاری بکنم و این سیستم مثل فرزند من میمونه. این بچه‌ها همه مثل بچه‌های ما بودن. عاشق این بچه‌ها بودیم که با چه علاقه‌ای درس می‌خوندن. وقتی یه استادی برای اولین بار میخواد یه درسی به نام جنین شناسی رو بده که درس مشکلی بود، حالا ایشون دکتره ولی خب سالها با تحصیلاتش فاصله داشته، میره پلوی یکی از استادای دانشگاه که این درس رو تدریس میکرده، مسئله رو بهش میگه، میگه که خب شما این جوونا درس میخونن با شما؟ میگه بله. میگه که شما مدرک هم بهشون میدین؟ میگه نه، ما مدرک معتبر نمیدیم، مدرک جامعه خودمون رو میدیم. میگه خب اون که ارزشی نداره. اینا واقعا درس میخونن؟ میگه بله، اینا با عشق و علاقه درس میخونن. میگه شما وضعتون از ما بهتره. برای اینکه این بچه ها میان توی دانشگاه های تهران، ایران،
در مسابقه ورودی موفق میشن، بهترین اساتید رو دارن، درس نمیخونن اینا. وقتی توی سیستم شما این جوان ها اینقدر عشق مطالعه دارن و درس میخونن، سیستم شما از ما موفق تره. منم اجازه ندارم هیچ گونه اسلاید و اطلاعاتی درباره درسم به بیرون بدم، ولی شما رو تحسین میکنم. ما اینقدر از این نمونه ها داریم که از افراد بی‌طرف توی خود ایران مورد تحسین و تقدیر قرار گرفتیم. شما باورتون نمیشه که برای یکی از درس های ما، درس عربی، ما مشکل داشتیم. یه نفر رو یکی از دوستان معرفی کرد و گفتش که این آقا واجد شرایط میاد برای شما درس میده. خب این آقا میومد توی خونه های احبا دانشجوها رو میدید، عربی رو تدریس میکرد، مدرس خوبی هم بود و دوره تموم شده بود، باید یه چکی براش فرستاده میشد. آدرسش رو دوست ما میگیره و چک رو میبره که به ایشون بده. میبینه ایشون روحانیه، عمامه به سرشه و خیلی تعجب میکنه که الحمدلله بالاخره یک روحانی هم پیدا میشه که غرض و مرضی نداره و با ما همکاری کرده و میدونه داره با کی همکاری میکنه. اینا اینقدر از این خاطرات هستش که هر کدومش رو که من گاهی در ذهنم دوره میکنم، متوجه اون تاییدی که بهش اشاره کردم میشم. ما یک هنرمندی به نام رین ویلسون داریم که این یکی از هنرپیشگان معروف آمریکایی هست. این ویدیو کلیپ توی یوتیوب هست. من هنوز به نصف حرفام هم نرسیدم، نمیتونم همه رو برای شما تعریف بکنم، ولی این یوتیوب رو که رین ویلسون راجع به بی‌آی‌ای چی صحبت میکنه میتونید ببینید. I'm Rain Wilson. This is my son, Walter. Like parents everywhere, my wife and I want him to have a life full of opportunity. In the Islamic Republic of Iran, however, Walter couldn't go to college. He couldn't be a teacher, or a lawyer, or a bus driver, or a dentist, or many other jobs, just because he was raised in the Baha'i faith. It's unbelievably cruel. The Baha'i faith was born in Iran in the 1800s. It stands for mutual respect, love and unity, equality for men and women, and universal education. But since its inception, Iranian authorities have systematically persecuted the Baha'i community. Tens of thousands of Baha'is have been imprisoned, tortured, and executed. And now, tens of thousands more are being denied the most basic rights, including the right to higher education. So in 1987, volunteer teachers and professors in Iran formed the BIHE, or Baha'i Institute for Higher Education, to give young Baha'is their only chance to study at a university level. This underground college's wide-ranging curriculum has uplifted the lives of thousands of Baha'is of all ages. Young Baha'is were finally able to study sciences and poetry and medicine and math with classes in kitchens and living rooms and basements all across the country. However, in May, a series of raids and arrests shut down the Baha'i Institute for Higher Education. Textbooks and computers were seized. Over a dozen school officials are now in prison for doing nothing more than trying to teach. We're all part of one human family. An attack on the minds and spirits of Baha'is in Iran is a strike against people everywhere. You can help. Please visit educationunderfire.com. If we've learned anything, it's that we all need to learn. این یک کلاس درس بچه‌های ما هست که چشم‌ها و اینا رو هم چیز کردن که معلوم نشه، چون اینا در ایران هستن، برای اینکه شناخته نشن. در اینجا باز یک کلاس درس دیگه هست که عرض کردم توی خونه های احباس. مثلا آشپزخونه یا زیرزمینی احبا آزمایشگاه ما بود. اینقدر مشکلات و مسائل مختلف بوده که حد نداشته، ولی ایستادن. این در خونه یکی از احبا جلسه دفاع از تز که در این جلسه دو تا از استادای دانشگاه تهران بودن و وقتی جلسه تموم شد گفتن حقا که معلومات بچه‌های شما از بچه‌های ما خیلی بالاتره، با این تزی که در حد فوق لیسانس و شما برای لیسانس ارائه کردید. و این عکس تعدادی از اساتید و دانشجویان ما هست که بعضی‌هاشون به ملکوت ابها صعود کردن و از همه‌شون خاطرات خوشی داریم. و این عکس فارغ التحصیلان ما هست که اساتید در ردیف جلو نشستن، همه صورت ها محو هست به خاطر اینکه
اینها شناسایی نشن. و این هم یک داستانی هست از رشته آرشیتکت ما که دوست عزیز من که مناجات شروع رو تلاوت کردن و سخنران بعدی ما هستن و این مناجاتی که ایشون تلاوت کردن در حقیقت شعار علمی ما بود در سالها. و خاطر اینکه در اونجا حضرت عبدالبها میفرمان اکنون جماعتی جامعه‌ای تشکیل شده، گروهی تشکیل شده که خلاصه دانش و این مسائل رو به فرزندان ما منتقل بکنن. نسیم روشن عزیز در این ویدیو که اینم روی یوتیوب هست توضیح میده راجع به پروژه اختتام تحصیلی خودش که یک بنای خیلی زیبا رو عرضه میکنه و میتونید مراجعه بکنید و ببینید. Can you imagine and picture in your mind an environment of teaching and learning design and architecture that is taking place in an individual's office, living room, kitchen, basement, or backyard, while students and the instructors are holding the constant fear in their minds that they are engaged in performing an illegal act, and the location at any point of time might be raided, they might be arrested, and their work might be confiscated and used as evidences against them? This is the environment of teaching and learning at the Baha'i Institute for Higher Education, BIHE Architecture Program, and what faculty and students have been experiencing for the past 15 years since its inception. In 2005, I was approached by a number of architect colleagues outside of the US. As an experienced educator in the US, I was asked to assist them with the development of an architecture program for a group of minorities of Baha'is of Iran who were deprived of higher education. This was an amazing story, which a group of minorities, because of their religious beliefs, were deprived of their legitimate right for higher education. The Baha'i Institute for Higher Education, or BIHE, was established in Iran in 1987 in response to relentless persecution of the Baha'i community and denial of access to higher education to Baha'is. This was a part of a general campaign of the government for cultural cleansing and elimination of social mobility for the Baha'i community of Iran, which is the largest religious minority in that country. Probably because of deprivation and lack of opportunity to participate in the society, they possess the most powerful wellspring of social idealism, besides all the skills and knowledge that they have gathered related to architecture. The BIHE was the only path I had for my higher education due to the Iranian government's policy not to admit Baha'is into Iran's state-run university system. My thesis project at the BIHE, similar to many other students' projects, was inspired by the challenges we face and the values we are seeking for our society. I designed a Human Rights Cultural Center in Tehran. The center was a dream for justice in a society where pursuing education and many other basic human rights can be considered a crime. به نظر من یکی از چالش‌ها توی بیایشی عدم تناسب فضا و معماری این مؤسسه با کاربری یه دانشگاهه. در واقع اتفاقی که میفته اینه که کلاس‌ها توی خونه‌ها تشکیل میشه و در حالتی که ذهنمون فضای خونه رو محیطی برای آرامش، دورهمی و مهمونی میشناسه، لازمه تلاش کنیم توی این فضا روی تحصیل و آموزش تمرکز کنیم و انضباط یه فضای آکادمیک رو نگه داریم. کلاس‌ها حتی تو رشته مثل معماری توی خونه‌ها و زیرزمین‌ها برگزار میشه که این شرایط رو خیلی سخت می‌کنه. امکان همکاری و استفاده از منابع آکادمیک خارج از جامعه شدیداً محدوده و حتی کارهای جانبی خیلی ساده مثل یه سفر آموزشی میتونه خیلی مسئله ساز بشه. As citizens deprived of their universal human right for higher education, students of the BIHE under the most restricted circumstance have been able to become
well-versed design thinkers and problem solvers with requisite knowledge and skills as future architects. Some of these students with a passion to advance themselves have been admitted to prominent architecture institutions of the world, such as Harvard GSD, Yale, UC Berkeley, UCLA, AA London, Delft, and more. This is the story of how architecture education has become a means to provide resiliency and sustainability for a community of the citizens who have otherwise been deprived of their legitimate human right for education and personal advancement. و بعد اسلاید بعدی رو که داریم حضرت عبدالبها در رساله مدنیه میفرمان الزم امور و اقدم تشبثات لازمه توسیع دایره معارف است و از هیچ ملتی نجاح و فلاح بدون ترقی این امر اهم اقدم متصور نه، چنانچه باعث اعظم تزلزل ملل جهل و نادانی است و الان اکثر اهالی از امور عادی اطلاع ندارند تا چه رسد به وقوف حقایق امور کلیه و دقایق لوازم عصریه. قبل از اینکه اسلاید یعنی آخرین برنامه ما که قرار هست سوال و جواب باشه در خدمتتون باشم بگم، یه مطلبی رو بگم که باعث خوشحالی شما بشه و اون مسئله اینه که توی این کنفرانس هایی که من در دانشگاه های مختلف داشتم یه روز به یک دانشگاه دعوت شدم که درباره این مسئله در همین شهر خودمون صحبت بکنم. همینطور که من صحبت میکردم میدیدم یه خانمی که از دور حالا من تشخیص نمیدادم که ایشون ایرانی ممکنه باشه یا نه، همینطور که مینویسه گریه میکنه و وقتی جلسه تموم شد اومد جلو و با من هاک کرد و گریه میکرد و گفت آقای میساقی من تازه از ایران اومدم و نمیدونستم که جامعه باهایی، من در ایران دوستان باهایی داشتم، نمیدونستم که جامعه باهایی این همه مشکلات داره، چطور شما در برابر این همه مشکلات ایستادین؟ ما یه صحبت مقدماتی با هم داشتیم و بعد ایشون از من قول گرفت که چون ایشون هم نویسنده هست هم شاعر هست از من قول گرفت که با من مصاحبه بکنه و شاید ما 10 جلسه چند ساعته نشستیم با من مصاحبه کردن، مطالبی رو که میخواستم بهشون گفتم و گفتن که من میخوام به شما بگم که یک رمان بنویسم در این باره و این جریان چند سال متوقف مون تا اخیراً به این مثلا موفق شدن و مدتی بعد اومدن بعد از این صحبت‌ها و کلاس روحی هم رفته بودن به من اومدن گفتن که آقای میساقی من میخوام باهایی بشم. من گفتم که خب علت باهایی شدن شما چیه؟ برای اینکه من نمیخواستم تحت تأثیر حرفای من ایشون ایمان بیارم، میخواستم ایشون واقعیت امر رو و حقیقت امر رو درک بکنن. گفتن من کلاس روحی رفتم و مطالعاتی کردم، منابعی که شما در اختیار من قرار داده بودین، دیدم که همه اینها تعالیمی هست که برای امروز کاربردی است و ایشون توی این 3-4 سال گذشته 3 تا کتاب نوشتن، نمونه کتاب‌هاشون اینجا هست و شما میتونید ابتیا بکنید، در کتابخونه هم وجود داره، خودشون هم 12 تا 1 هر روز در اونجا هستن. ایشون که من بارها بهشون گفتم تو دختر روحانی من هستی، خودشون و پسر عزیزشون واقعا تسجیل شدن در 3 سال پیش و ایشون خانم جیلای نوشینفر هستن که من تقاضا میکنم تشریف بیارن و 2-3 دقیقه برای ما صحبت بکنن. لب‌ها خدمت همه دوستان عزیزان و با سپاس ویژه از جناب آقای مهندس میساقی که من رو واقعا همواره کمک کردن و باعث آشنایی من و پیوستن من به دیانت عشق شدن، ازشون صمیمانه تشکر میکنم. و کتاب پایداران که سومین رمان من هست که در امریکا چاپ شده، البته من 44 تا هم شورت استوری دارم که در مجلات نوشته شده، داستان‌های کوتاه
ولی پایداران عزیزترین نوشته من هست در خصوص عزیزانی که تا پای دار رفتند و پایدار موندند. این داستان واقعی هست از تمامی حوادث برای افرادی که واقعا در ایران اتفاق افتاده، تمامش به صورت داکیومنتری هست اما در قالب یک داستان، به جهت اینی که برخی از این عزیزان همچنان در ایران زندگی میکنن، اسامی تغییر کرده، جو داستانی به این شرایط داده شده اما دونه دونه این وقایع رخ داده. و به هر حال من واقعا خوشحالم، افتخار میکنم که تونستم عضوی از این جامعه سرشار از عشق و محبت باشم و شاید این یه قدم کوچکی باشه که بتونم در قالب داستان حقایق رو به همه مردم نشون بدم. و شروع کردم به ترجمه این به انگلیسی، شاید حدود یک سالی طول بکشه ولی به هر حال امیدوار هستم که بتونم این رو عرضه گسترده تری برای همه مردم داشته باشم. از همه تو ممنونم و از شما هم ممنونم. خیلی ممنون. خب عزیزان، من خیلی از مطالبم موند که نتونستم براتون بگم، ولی یه مطلب رو بگم، دو تا مطلب کوچیک و بعد بریم به سوال و جواب ها، چون الان تقریبا ما یک ربع دیگه وقت داریم. یه مطلبش این بودش که وقتی جوانان ما نمیتونستن برن دانشگاه، جامعه ما شروع کرد با یکی از معروفترین دانشگاه های مکاتبه دنیا که دانشگاه ایندیاناست مکاتبه کرد و گفت بچه های ما اینطوری هستن، ما باهایی هستیم، ما نمیتونیم، بچه هامون نمیتونن درس بخونن، لطفاً شما نمایندگیتون رو به ما بدید که بچه های ما بتونن مکاتبهی با شما درس بخونن. و اونها هم بلافاصله جواب دادن که ما چون روابط سیاسی با شما نداریم و نمیتونیم از نتایج امتحانات مطمئن باشیم، نمیتونیم این کارو بکنیم. و جامعه ما جواب داد که شما یادتون باشه که بچه های ما حاضر نیستن اعتقاداتشون رو انکار بکنن، یه کلمه اونجا ننویسن باهایی، بنویسن مسلمون یا یه دین دیگهی که اینا قبول دارن. چطور ممکنه این جامعه صحت امتحانات رو رعایت نکنه؟ و اونا این کار رو کردن. یه تعدادی از بچه های ما هم اونجا درس خوندن. یکی از این نمونه ها که شاید همه شما یا از نزدیک میشناسید یا دورا دور اسمشون رو شنیدید، خانم مرجان داوودی، دختر شهید مجید ما جناب دکتر داوودی هستن که من واقعا به عنوان اینکه یه مدتی افتخار شاگردیشون رو داشتم و ناظم ضیافتشون بودم، این مرد بزرگ به نظر من تکرار ناپذیره. مرجان عزیز ما در اونجا الان هم ایشون همسر جناب مهندس صحبا هستن. مرجان عزیز ما در اونجا درس خوند، آمد آمریکا، دکترای روانشناسیش رو گرفت و الان هم دو تا مطب موفق داره در سان دیگو و شرایط بسیار خوبی داره. ما به این دانشجوها که تعدادشون هم کم نیستن افتخار میکنیم واقعا. و بعد به خاطر گرانی این دانشگاه ما نتونستیم ادامه بدیم. ولی مطلب جالب این بود که بعد از اینکه این مسئله انجام شد، دانشگاه مکاتبه‌ای به نام دانشگاه پیام نور در ایران تأسیس شد و اینها نامه نوشتن به همین دانشگاه ایندیانا که ما یه همچین دانشگاهی هستیم، تأسیس شدیم و علاقمندیم که نمایندگی شما رو داشته باشیم. میدونین جواب اون دانشگاه چی بود؟ نماینده این دانشگاه جامعه باهائیان ایران است، لطفاً با آنها تماس بگیرید. و این باعث افتخار ما بود واقعا. و مطلب دیگه ای که شما رو خوشحال میکنه این بودش که خب این عزیزان ما از شهرستان ها میومدن، به خصوص در رشته کشاورزی که ما 2 ماه 3 ماه در تابستون عملیات کشاورزی داشتیم در زمینی که یک عزیزی که از ایران میرفته به اسم کسی دیگه ای کرده در حومه یکی از شهرهای بزرگ که میخواد در اونجا دانشکده کشاورزی تشکیل بشه و این انگیزه ای شد برای یاران ایران که دانشکده کشاورزی رو ما تأسیسش بکنیم از نقطه صفر و ما به این مسئله موفق شدیم. بچه ها با هم آشنا میشدن، با هم ازدواج میکردن، عروسی هاشون ما رو دعوت میکردن. خب اینا مثل بچه های ما بودن، ما میرفتیم خیلی خوشحال میشدیم. الان که دارم باهاتون صحبت میکنم این خاطره یادم نمیره که چون در ایران نمیتونن عروسی ها مختلط باشن، یعنی زن و مرد نمیتونن با هم در یک
مجلس حضور داشته باشن. خانم ها جدا هستن، آقایون جدا، جز در جاهای دور افتاده ای که شاید از دسترسی اینا خارج هست. در یه جای حومه کرج عروسی گرفته بودن، ما سه زوج بودیم وارد شدیم و اینها اومدن 40 تا 50 تا این بچه ها دور ما حلقه وار ایستادن و آهنگ می زدن، شادی می کردن. واقعا نمی دونید اون صحنه چه حال و هوای خوبی داشت. و باز هی من می خواهم اینا رو درس بگیرم، اگه شما سوال نداشته باشیم خیلی براتون حرف دارم. توی اون جریانی که در سال 2011 یعنی نه ببخشید 1998 77 اتفاق افتاد، فرداش نماینده ایرانی نیویورک تایمز اومد به مطب خانم من و گفت من از شما خواهش میکنم که اطلاعات این دانشگاه چی چیه اینا رو به من بدین و ما میخوایم یه مقاله در نیویورک تایمز چاپ بکنیم. خانم منم گفت خب من اطلاعات رو به شما میدم ولی لطفاً اسم منو نبرید. این مقاله توی نیویورک تایمز چاپ شد و فیلم ایژوکیشن آندر فایر رو دیده باشید، در یه صحنه‌اش اون روزنامه رو نشون میده که میتونید آنلاین برید تاریخش رو ببینید و این مقاله رو بخونید. سه ماه بعد از این برنامه یک خانومی که سینیور رایتر در روزنامه معروف نیویورک تایمز بود به ایران آمد و این خانوم علاقمند بود با من مصاحبه بکنه و من بلافاصله به یاران ایرانم اطلاع دادم. اونا گفتن خب بگو یکی از ما هم بیاین. این خانم گفت نه من سه بار به ایران اومدم و هر بار با مشکلات زیادی ویزا گرفتم، نمیخوام کسی غیر از من و تو باشه. ما در سه جلسه 10 ساعت مصاحبه داشتیم با این خانم و خب وقتی من این مسائل مختلف راجع به دیانت باهایی تعریف میکردم، آقای هاشم فرنوش پسرخاله من بود، شهید شده بود، ما با هم بزرگ شده بودیم، گاهی بغض میکردم، ناراحت میشدم. عموجانم آقای عطالله میساقی 8 سال توی زندان مشهد بود. این چیزها رو که میگفتم این خانمم در مجموع خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود و آخر سر به من گفتش که زیا این کارت ویزیت خصوصی منو داشته باش، تلفن من روش هست. اون موقع ما هنوز پاسپورت نداشتیم که از ایران خارج بشیم. تو از ایران خارج شو، هر جای دنیا باشی من تو رو میبرم به آمریکا. و من گفتم که من ازت خیلی ممنونم، اگر تو همین الان پاسپورت آمریکایی و قرارداد کار منو در آمریکا به من بدی من ازت تشکر میکنم ولی قبول نمیکنم. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه این بچه‌های مظلومی که از تحصیلات عالیه محرومن، اینا مثل بچه‌های ما برای ما عزیزن. من دارم به اینا یه خدمتی میکنم که اون خدمت منو اغنا میکنه. من میخوام بیام آمریکا چیکار کنم؟ گفت لطفاً بلند شو وایسا. این خانم ایلین شیلینو که الان چند سال پیش من میدونم که رئیس نیویورک تایمز در فرانسه بود، آمد منو بغل کرد، بوسید. گفت میدونی من چرا تشکر و تقدیر از تو دارم؟ گفتم نه. گفت برای اینکه من 3 بار به ایران اومدم. توی این 3 بار با بسیاری از مقامات رده بالای جمهوری اسلامی مصاحبه کردم. شما در کشوری زندگی میکنید که از صبح تا شب دارن میگن مرگ بر آمریکا. این افرادی که من باهاشون صحبت کردم اینا از مقامات جمهوری اسلامی هستن و درآمدهای خوب، مشاغل خیلی خوب دارن. میدونی اولین سوالشون از من چیه؟ اولین سوالشون از من اینه که ما چطوری میتونیم بیایم آمریکا؟ و تو که باهایی هستی، پاسپورت هم نداری، نمیخوای بری آمریکا برای اینکه به این جوونا خدمت کنی؟ این جواب تو بر من خیلی جالبه. این خانم بعداً کتابی نوشت به نام Persian Mirrors، یعنی آینه های ایران. یک فصل این کتاب هست به نام Outsiders یا بیگانگان. در اون یک فصل چندین صفحش به این مصاحبه‌ای که با من کرده اشاره داره و ما هم در سال 99 که آمدم تلفن کردم بهش. ایشون من پسرم و خواهر خانومم زنده یاد دکتر ناهید صبحانی رو دعوت کرد به منزلشون، با هم ناهاری خوردیم و اون قسمت رو به من داد و من بلافاصله به جناب فتح اعظم فکس کردم که بخونن نظراتشون رو بگن. خودمونم نظراتی داشتیم، تصحیحاتی انجام دادیم که وقتی کتاب در اومد چند نفر از دوستان من از آمریکا زنگ می‌زدن میگفتن میدونی یه کتاب جدید در اومده؟ من نمیذاشتم ادامه بدن چون میدونستم، یعنی اونا فهمیده بودن که این خانم با من مصاحبه کرده در حالی که اسمی در اون کتاب طبیعتاً نبود چون من در ایران زندگی میکردم و من نمیذاشتم ادامه بدن اینها. بله این خاطرات زیاده، من دیگه بیشتر وقت شما رو نمیگیرم. اگر
سوالی هست بفرمایید من در خدمتتون هستم. دوستان فقط 5 دقیقه بیشتر وقت نیست ان شاء الله صحبت رو میتونیم واقعا تمام روز میشه سوال کرد از شما واقعا آدم سیر نمیشه. بله خواهش خیلی شورت سریع بتونیم. با تشکر از رحمات فوق العاده شما که واقعا باعث افتخار ماست که چنین انسان‌های نازنینی در جامعه ما هستند. من خواستم سوال کنم که این بودجه دانشگاه و این بودجه این تحصیلات بچه‌های ایران چجوری تأمین میشه؟ در حقیقت ما احتیاج به بودجه نداشتیم. سال 99 وقتی به ما پاسپورت یه بار مصرف رو دادن و من سالی یه دفعه می اومدم، بعدن دخترم هم آمد به آمریکا و ایشون هم تونست دکتراشو بگیره و سالهاست الان استاد آنلاین سیستم ما هست، همه سوال میکردن که شما چه نیازهایی داریم؟ میگفتیم ما نیازهای علمی داریم، ما کتابهای درسی میخوایم، استاد میخوایم. برای اینکه هر کاری که همه میکردن داوطلبانه بود و ما نیاز به مسائل مالی نداشتیم، یعنی مالی ما اینقدر محدود بودش که جامعه میتونست خودش اداره بکنه، مشکل مالی نداشتیم ما. و معجزه کار در همین جاست در حقیقت، که اون فداکاری که من در آغاز صحبتم به عشق و خدمت اشاره کردم به خاطر همین مسئله بود. یعنی یه کار عاشقانه بود، نه کاری که کسی بکنه که درآمدی داشته باشه براش. خب اگر سوال نباشه من میتونم یه مسئله دیگه هم بگم، مثل که یه سوالی همون عزیز ما دارم جان. نه بفرمایید. خب البته من بعدش در خدمتتون هستم. این کتابم یه نسخه معدودی هستش که دوست عزیز من جناب مهندس شادروان در اختیارتون قرار میدن. ولی یه مسئله دیگه که الان نگاه کردم دیدم بهتون نگفتم این بودش که یکی از استادای دانشگاه کانادا اومده بود به ایران، دوستان ما متوجه شده بودن، علاقمند بودن که ایشون رو به عنوان یک استاد دانشگاه خارجی در جریان علمی ما بذارن. به ایشون مراجعه میکنن و میگن شرایط رو، ایشون میگن من سفر محدودی دارم و فرصت ندارم. میگن شما اگر بیاین با این مسئله آشنا بشین به نظر ما خوشحال میشین. برنامه‌شو نگاه میکنه، یک ساعت وقت میده به عزیزان ما و وقتی میبرنشون با ماشین به یکی از کلاس‌های حضوری، وقتی این آقا میخواسته وارد اون منزل بشه میبینه که روانشاد دکتر مستقیمی، استادی که در سطح جهانی اشتهار داشت، یه دونه وایت‌بورد زیر بغلشه داره داخل خونه میشه. این آقا با این دکتر آشنا بوده، میره میگه دکتر تو اینجا چی کار میکنی؟ میگه خب منم باهاییم، این بچه ها رو نمیذارن، استاد آناتومی بودیشون، نمیذارن درس بخونن، دارم میرم بهشون درس بدم. این آقا میاد تو اون کلاس میشینه. وقتی از کمیت و کیفیت این مسائل مطلع میشه، البته اولش گفته بودش که خب ما یه ساعت بیشتر وقت نداریم، منو ببریم به کمپاس و دانشگاه. اونا گفته آقا ما کمپاس نداریم که، ما دانشگاهمون تو خونه های باهایی هست. اینقدر تحت تاثیر قرار میگیره که تمام اون روز تمام قرارهاش رو کنسل میکنه و در خدمت این عزیزان بوده. و این برای ما هر کدوم اینا رو که تعریف میکنم باعث افتخار جامعه ماست. این همه افرادی ما داشتیم که این همه موفقیت در سطح جهانی داشتن. شما بچه های ما رو دیدین روی یوتیوب و نمیدونم تلگرام و اینا که میان، ما اصلا علاقه من نیستیم اسم اینا رو هم ببریم. ما میگیم اینا افتخارات جامعه ماست، نه اینکه بچه من رفت فلان کارو کرد یا فلان فرد این کارو کرد که وابسته من بود. من و مایی در اونجا مطرح نیست، همش عشق خدمت هست و عشق اینکه این جامعه ای که پای جانش ایستاده و اینطوری مقاومت کرده. من یه مطلب دیگه هم یادم اومد بگم با اجازهتون، و اون این بودش که من در یکی از سخنرانی‌هایی که 4 سال پیش در کالیفرنیا داشتم، حدود 110-120 نفر اونجا بودن، 14-15 نفرم دوستان مسلمان ما اونجا بودن، و این دانشگاه برای اینا خیلی جذابیت داشت، چون میگفتن ما اصلا نشنیده بودیم، عجب کار بزرگی شما کردین. هر کدومشون میمدن به من میگفتن که آقا شما بیا امشب منزل ما بشینیم بیشتر با هم صحبت کنیم. و من گفتم نه من باید برم، امروز وقت ندارم. و در آخر صحبتم من یه جمله گفتم و اون جمله هم این بود، گفتم من به عنوان یک عضو عادی از جامعه جهانی بهائی اعلام میکنم که جمهوری اسلامی با تمام امکاناتی که در اختیار داشته، بگیر و ببند و بکش و زندان و مصادره و همه اینا که میدونید،
در برابر جامعه مظلوم باهائیان ایران شکست خورده و هیچ کسی هم حرف من رو رد نکرد. دو سه ماه از این قضیه نگذشته بود که یکی از عزیزان ما که در زندان بود به همین دلیل همکاری با این دانشگاه اومد به آمریکا، به من تلفن من پیدا کرد، زنگ زد. گفتم عزیزم من چند ماه پیش یه سخنرانی داشتم اینو گفتم. گفت تو کاملا درست گفتی، میدونی چرا؟ گفتم نه. گفت من شاهد دارم براش. گفتم شاهده چیه؟ گفت اخیراً یه جوان باهائی رو که محاکمه میکرده قاضی شهر، جلوی اون جوان گفته جمهوری اسلامی در برابر سه چیز شکست خورده: حجاب، ماهواره و باهائی‌ها. و این برای ما افتخاره. Thank you. خیلی وقتی هست برای جواب سوال؟ والا دیگه وقت متاسفانه تمام شد. بله. خیلی. ولی دوستان عزیز، جناب میساقی تشریف خواهند داشت. بخاطر اینکه صحبت سخنور بعدیمون هم خیلی شبیه این خواهد بود، اگر دوستان بخوان اینجا باشن نرن تشریف داشته. بله، جناب روشن هم که قرار صحبت بکنن، در حقیقت من سالهاست افتخار دوستیشون رو دارم، از اساتید همین دانشگاه هستن. مطلبشون شاید خیلی به دانشگاه مربوط نمیشه، ولی چندین درس رو تدریس میکنن، به زندان رفتن آمدن و به هر حال یکی از مقاومین ما هستن و باعث افتخار ما. بله، خیلی ممنون. جناب میساقی لطفا. خیلی متشکرم جناب میساقی.